سلام یکشنبه شنبه 18 دی ماه 90 ژانویه 2012 میلادی در مورد 11 موضوع امروز صحبت می موضوع اول اینکه موج جدیدی از اسکناس نویسی برای تحریم انتخابات در تهران شروع شده. بچه ها شروع کردن به نوشتن روی اسکناس ها که میشه گفت ابتکار جنبش ایران بوده در مبارزات در دنیا و انتخابات فرمایشی پیش رو مهندسی شده پیش رو به قول آقای کروبی و نمایشی پیش رو رو تحریم می در خصوص نحوه برخورد با انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوازدهم اسفند ماه روزهای آینده باز هم صحبت خواهیم کرد و کارهایی که متصور در قبال این انتخابات انجام دادنش اکشن هایی که از فضای انتخاباتی که حکومت میخواد برای خودش ترتیب بده چگونه میشه در جهت ارتقای مبارزات مدنی و مقاومت مدنی مردم ایران استفاده کرد و پیام مناسبی رو هم به دنیا فرستاد در روزهای آینده باز هم صحبت خواهیم کرد نکته دوم اینکه حامد کمیلی بازیگر سینما به خاطر بازی در فیلم پایان نامه از مردم عذر خواهی کرد فیلم بیمزه و خونکی که سعی کرده بود به تختعی جنبش سبز و شهدای گرانقدر جنبش بپردازه از جانب مردم تحریم شد شکست تجاری بزرگی هم خورد و حالا بازیگران و دستندرکاران هستند که شروع کردند به عذرخواهی از مردم آقای کمال تبریزی کارگردان سینما هم نامه پر از ای به وزیر ارشاد نوشته به خاطر تصمیمش برای بستن خانه سینما در راستای مبارزاتی که اهل سینما دارند میکنن در مقابل حکومت و جهتگیریش برای سرکوب کردن نهاد مدنی سینماگر نکته سوم که ده هزار نفر از کارکنان قراردادی سازمان تأمین اجتماعی نامه سرگشاده ای رو برای وزیر نوشتن که در اون به وضعیت خودشون اعتراض کردن نداشتن بیمه نداشتن تامین شغلی دستمزد پایین تر نسبت به کارکنان رسمی و مواردی که این پرسنل باهاش درگیر هستند پنجاه نفر کارگران شرکت ساختمانی چولاب در استان گیلان هم بیکار شدند از هر دو واحدی که دو بخشی که این شرکت در اون کار میکنه نکته چهارم این که وحید اسقری فعال سیاسی استان کردستان و وبلاگ نویس از سوی قاضی سلباتی در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده او توسط سپاه دستگیر شده بوده و اعمال نفوذ بازجویان سپاه روی پرونده دیده میشه فخر محتشمی پور همسر مصطفی تاجزاده هم به چهار سال حبس تعلیقی محکوم شده اصل اسماعیل زاده از فعالین جنبش زنان و فعالین سیاسی هم به یک سال زندان محکوم شده مهدی خزعلی هم گزارش داده از ملاقات خودش با ایساس سرخیز در بیمارستان که با دستبند و پابند در بیمارستان منتقل شده به دلیل مشکلات عدیده جسمی و روحیه بالای این روزنامه نگار شجا نکته پنجم اینکه رئیس اتحادیه چایکاران کشور خبر داده از این که بسیاری از چایکاران ما برای گذران زندگیشون در بازار لنگرود و لاهیجان دست به تکدیگری و گدایی زدن او توضیح داده که چایکاران کشور 16 میلیارد تومن از دولت طلبکارند کارند اما دولت به دهیش رو نمی پردازه و صنعت چای کشور با ورشکستگی که مواجه شده چایکاران هم به روزگار سیاه نشستند او توضیح داده که چندین نامه هم به دفتر احمدی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و غیره نوشته اما عملا بی حاصل بوده آنچه البته به جایی نرسد فریاد است نکته ششم اینکه ستاده ساماندهی پایگاه های اینترنتی یا در واقع ستاد سانسور اینترنت خبر داده از اینکه از سال 85 تا دوازده بهمن 90 که یک ماه دیگه فرا میرسه بیشتر از سی هزار وبسایت و وبلاگ رو پالایش کرده لغت پالایش در واقع یعنی سانسور کرده و مطالبی روی اونها رو برداشتن از قبیل ای که ایمیلی که این ستاد به سایت آقای رفسنجانی زده بود که مطلب نماز جمعه رو بردارن حجوم حکومت به اینترنت چه کافینت ها چه تلاش برای درست کردن اینترنت داخلی چه سانسور چه تهدید و حالا هم مسئله مرکزی که بخواد به وبلاگ ها و وبسایت ها دست بزنه و سر بزنه مدت هاست در جریانه اما منهی مجموع کوشش ابسی است برای اینکه تکنولوژی به گونه است که حکومت امکان سانسورش بسیار پایینه و هر حرکتی رو که بکنه چندین بدل و مقابلش موجوده که تو این سالیان نشون دادن به خوبی میتونن جوانان انجام بده نکته هفتم اینکه دیروز شنبه هفته بازار ارز با دلار 160 تومانی 1600 تومانی آغاز شد و برخلاف فشارها و تهدیدهای بانک مرکزی سقوط ریال آرام آرام ادامه داره شاید استفای آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم مطرح شد اما ایشون تکسیب کرده آقای رحیمی معاون اول احمدی نژاد هم یک سری آمار و ارقام هست به معمول بخشیش هم دروغ راجع به زخایر ارزی کشور و صادرات غیر نفتی و مازاد طراز تجاری و غیره و غیره داده و سعی کرده که با کار روانی بلکه بازار ارز رو درست بکنه از جمله اینکه مطرح کرده که یک گروه اندک با معاملات سوری و هماهنگی با بیگانگان قصد داشتن که بازار ارز رو به هم بزنن که مثلا رفت شده هست به معمول حکومت فرافکنی و نپرداختن به واقعیات اقتصاد نکته هشتم که رئیس کل دادگستری استان خوزستان خبر داده که تا پایان همین سال 90 پرونده های دادگستری به بیش از 15 میلیون پرونده میرسه و بیش از نیمی از جمعیت ایران به نوعی درگیر یک پرونده قضایی خواهند بود او پیش بینی کرده ادامه این روند طی چند سال آینده به جایی میرسه که همه مردم ایران یک پایی در یک پرونده در دادگستری داشته باشند یک روزی هویدا نخست وزیر شاه میگفت با امید روزی که هر ایرانی یک پیکان داشته باشد به نظر میرسه شعار جمهوری اسلامی این است که به امید روزی که هر ایران یک پرونده داشته باشه نکته نهم این که آقای احمد توکلی مطرح کرده که آقای رحیم مشایی در طول پنج سال تصدی مشاورت و رئیس سازمان میراث فرهنگی بیش از 96 سفر خارجی داشته و از جمله با سفیر اسبق امریکا در اسرائیل ملاقات کرده البته بلا فاصله چند ساعت بعد دفتر احمدی نژاد این ادعا رو تکذیب کرد و اون رو مستاق تشویش از هان عمومی و اشاعه اکازیب دونست و گفته حق پیگرد حقوقی هم محفوظه ولی به هر صورت آقای توکلی مطرح کرده که وزیر خارجه رو به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دعوت کردن تا در خصوص این سفرهای آقای مشایی توضیح بده نکته دهم اینکه این که سخنگوی وزارت خارجه آقای رامین مهمان پرست حرکت امریکایی ها برای آزاد کردن کشتی ماهیگیری ایران و سیزده ملوان اون رو به استقبالش رفته و مطرح کرده که این البته کاری که انسانی است و هر گروهی باید انجام بده نکته یازدهم اینکه در 24 ساعت گذشته در سوریه 29 نفر دیگه از مردم کشته شدند و در شهر هما هم کلونل محمد سلیمان از ارتش به همراه پنجاه نفر پرسنل خودش بیرون اومده و به مبارزین پیوسته و اعلامم کرده که خیلی کسای دیگه هم به مردم میخوان بپیوندن از جمله نکاتی هم که این کلونل به مردم پیوسته این سرهنگ به مردم پیوسته مطرح کرده این نیست که در هما کشتار صورت گرفته و سه گورستان جمعی با بیش از 460 جنازه در این شهر وجود داره مبارزات مردم سوریه کماکان ادامه داره اندکی سب سهر نزدیک از تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی